شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و وقت بخیر می‌گم خدمتتون. سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما. امیدوارم که جناب عالی و خانواده محترمم شاد و سلامتی. به خداوند به سلامتی، امیدوارم که عموم هموطنان ما در سلامتی و شادی و کامیابی باشد. انشاءالله. آقای بنی‌صدر، در گفتگوی گذشته در خدمتتون در پاسخ به یک سوالی در رابطه با علائم مرگ به طور کلی رژیم ها و به ویژه رژیم نظام مافیای مالی نظامی صحبت میکردیم و برخی از این علائم رو در موردش توضیح دادیم و قرار بود که در دنباله اون گفتگو به بقیه اون علائم بپردازیم. بله، امروز میپردازیم به علامت های دیگر پیدایی میکنم یا ما را آگاه میکنم از نزدیک شدن رژیم و هر رژیمی به مرگ و همینطور از تعباب سازمان های سیاسی و همینطور از در مورد آدم. این آدم اگر یک اصول راهنمایی داشته باشد و اندیشه راهنمایی، به همون مقدار که اون اندیشه رو خالی میکنه و جای خالی رو با زور پر میکنه، به عنوان شخصیت به آدمی که بود میمیره، حالا میشه یه آدم دیگری. مثل آدم هایی که فرض کنید در جنبش ملی کردن نفت بودن و رسید کارشون به این جایی که بعد رفتن دستیار سفارتخانه های انگلیس و امریکا شدن در کودتا بر ضد حکومت مصدق. بله. علامت چهارم از علامت هایی که گزارش می کند به ما وضعیت یک رژیم رو، سازوکار تقسیم به دو و حذف یکی از دوست. این کار هر قدرت اینه، مثلا قدرت از راه چنین تقسیمی و چنین حذفی به وجود میاد و از یکی از دو طرف به اصطلاح برود یا تحت سلطه قرار بگیرد تا اینکه قدرت معنی پیدا کنه. هر قدرت این کار میکنه. منتها تا یه دوره این در بیرون قلم روی خود این کار رو میکنه، مثلا مزاحم هایی رو که در جامعه حضور دارند و مانع مثلا حاکمیت مطلقه او هستند رو حض میکنه. ولی از زمان به بعد که کار میاد به درون دستگاه رهبری کننده که حالا اگر دولت هم در اختیار داشته باشه می شود دستگاه دولتی، یعنی که در بله، یعنی بدون این ساز و کار نمیتونه عمل بکنه. قدرت اینطوره، بدون تقسیم به دو و از یکی از دو واقعیت پیدا نمی کنه. و این کار اول با قیب قول آقای خامنه ای با قیب خودی ها شروع می کنه، بعد می رسونه به خودی ها. چه
چنان که همین در بعد از انقلاب ایران شما اگر به حزب ها توجه بکنید میبینید این مکانیزم تقسیم به دو شروع کرده از مظاهره های بیرونی رو حذف کردن تا اون بخش از رهبری انقلاب رو که به اصول راهنمای انقلاب و بیان آزادی پایبند موندند حذف کرده و به تدریج این محدوده حذف تقسیم به حذف مثلا تنگتر شده تا اینکه در اواخر حکومت آقای خاتمی همونطور که میدانید سبب شد به اینکه اون مجلس ششم فلج بشود به لحاظ اینکه شورای نگهبان هر قانونی که اولا غیر از آقای خامنه‌ای که حکم حکومتی داد و همین آقای کروبی هم به اجرا گذاشت قوانون دیگر یا هم مثلا دو تا تر آقای خاتمی پیشنهاد کرد و دایه برای اختیارات رئیس جمهوری در اون چه مربوط می شود به اجرای قانون اساسی و دیگر کارها اینها رو شورای نگهبان رد کرد. هر نماینده هم خواست راجع به وضعیت کشور و مسائل این کشور سخنی بگوید که پسند مقام معظم رهبری نبود گرفتار غضب دستگاه قضایی او شد. بله. با پایان مجلس ششم اون نمایندگان اصلاح طلب حذف شدن یعنی اجازه اینکه داوطلب بشوند برای مجلس هفتم اونها داده نشد. در انتخابات کنونی میان میبینیم که باز این دایره تنگتر میشود چنان که آقای خاتمی نامزد ریاست جمهوری شد با تهدید مجبور شد به کناره گیری 400 رو نمیزنم 50 تا 60 تا استرسی کردم از اونها 4 نفر پذیرفته شدن. شما اگر نگاه کنید میبینید که دایره حزب بسیار تنگتر شده برای اینکه نامزدهایی هم که در خود این رژیم بودند و و یا نماینده بودن یا اینکه در شورای دیگه بودن اونها هم حذف شدن. بله. خب حالا این چرا این علامت چرا این تقسیم به دو و حذف یکی از دو علامت و سقوط یا مرگ یک رژیمه؟ البته در یک سازمان سیاسی هم این هم همینه ها اگر اون سازمان هدف رو قدرت بگیره و روش رو زیر رو بگرداند همین روش رو در پیش میگیره و سرانجام میشود سازمانی که هرچه استعداد درد میکنه و عنوان سازمان سیاسی میمیره. خب به این دلیل این علامت هست که یک به همون ترتیب که حذف میکنه چرا حذف میکنه؟ به لحاظ اینکه استعداد با استعداد ناسازگاری پیدا میکنه و استعدادها باید خودشون رو به چه میگن به حماقت بزنن یا به ناتوانی بزنن تا این قدرت اونها رو حذف نکنه. یاد کنم دارن کار به جایی میرسه که توانایی پرورش استعدادی جدید رو نه تنها از دست میده بلکه اون استعدادهایی هم که در بیرون این نظام هستن اونها رو هم ضعف میکنه مجبور میکنه یعنی حذف میکنه در محدوده خود هم